دوستان سلام، گل گاوزبان گیاه محبوب و معروفی بین مردم است و از خواص بی‌نظیر آن در طب سنتی استفاده می شود. ایرانیان از گذشته تا کنون با خشک کردن گلبرگ‌ها و برگ‌های گل گاوزبان و استفاده از آن به عنوان دمنوش و شربت از فواید بی‌نظیر این گیاه برای آرامش اعصاب بهره بردند. گل‌های گیاه گل گاوزبان لاجوردی رنگ و شبیه به گل انار هستند. تخم این گیاه اگر در آب خیس بخورد، لعاب می‌اندازد و دایره‌ای شکل می‌شود. گیاه گل گاوزبان طبیعت گرمی دارد و غنی از آنتی اکسیدان‌ها، فلاونوئیدها، آنتوسیانین، اسید گامالینولئیک و ویتامین‌های B، ویتامین C، منیزیم، کلسیم، آهن و پتاسیم است. مهمترین ماده شیمیایی که از عصاره گل گاوزبان استخراج می‌شود، نیترات دو پتاس است که بیشتر خاصیت‌ها و فواید آن به این ماده مرتبط است. گل گاوزبان گیاه خودروست و در دامنه کوههای البرز رشد می‌کند و برداشت آن از اوایل اردیبهشت شروع می‌شود و تا شهریور ادامه دارد. این گیاه گونه‌های بسیاری دارد و گاهی گونه ایرانی گل گاوزبان که در دامنه‌های البرز می‌رویند با گونه اروپاییان که بیشتر در استان‌های آذربایجان و اصفهان رشد می‌کند اشتباه گرفته می‌شود. گونه ایرانی این گیاه گل‌های بزرگتری نسبت به گل‌های گونه اروپایی دارد. با اینکه این گیاه خودروست، اما امکان کشت آن در مقیاس گسترده‌تر با استفاده از ریشه آن وجود دارد. بسیاری از مردم منطقه علموت در استان گیلان به کشت گل گاوزبان در مقیاس گسترده مشغول هستند. و نکته جالب اینجاست که امکان رشد گونه ایرانی این گیاه در شرایط آب و هوایی مشابه در کشورهای دیگر وجود ندارد. اما فواید گل گاوزبان. گل گاوزبان به گیاهی با 1001 خاصیت معروف است. گل گاوزبان به درمان کردن سرفه‌های مزمن، وقفه‌های تنفسی و آسم‌های خفیف کمک می‌کند. اگر سرما خورده اید، این گیاه را همراه با بابونه، سنبل تیپ و شقایق دم کنید و این جوشانده را هر روز 2 یا 3 بار میل کنید تا علائم و عوارض سرماخوردگی بهبود یابند یا شدت آنها کمتر شود. اگر جوشانده یا عصاره برگ گل گاوزبان را با مقدار مساوی آب رقیق کنید، محلول بی‌نظیر برای خشکی پوست، خارش و جوش‌های عصبی و دردناک روی پوست شکل می‌گیرد. استفاده از روغن گل گاوزبان به کف سر باعث کم شدن و پیشگیری از بسیاری از بیماری‌های پوست کف سر و مو می‌شود. بر اساس نظرات روانشناسان مطرح، اکثر مردم در قرن حاضر زندگی پر استرسی دارند. این استرس در طولانی مدت سلامت روح و روان را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد و عملکرد طبیعی مغز را دچار مشکل می‌کند. برای تقویت اعصاب و داشتن آرامش روانی و کمرنگ کردن نقش استرس و استراب در زندگی شلوغ و پردغدغه امروزی، می توانید از گیاهان آرام بخشی ماننده گل گاوزبان استفاده کنید. در ترکیبات گل گاوزبان عنصر منیزیم وجود دارد که از بروز سرطان جلوگیری می کند. ترکیبی به نام آلکالوئید نیز در ترکیبات گل گاوزبان وجود دارد که با آن خاصیت ضد آلرژی، ضد روماتیسم و درد مفاصل و ضد التهاب قرمزی می دهد. استفاده از این گیاه در بیماری هایی که معمولاً با تب همراه هستند، مانند سرخک، مخملک، آبله و کهیر به پایین آوردن تب کمک می کند. گل گاوزبان علاوه بر خواص بی‌نظیری که دارد می‌تواند در افرادی با شرایط خاص مشکلات ایجاد کند. متخصصان توصیه می‌کنند که در طول 9 ماه بارداری استفاده از گل گاوزبان قطع شود، زیرا ممکن است به علت داشتن آلکالوئیدها به جنین آسیب برساند. گل گاوزبان به دلیل ترکیباتی که دارد برای افرادی که به سنگ کلیه مبتلا هستند مضر است و باعث تشدید تولید سنگ کلیه در آنها می‌شود. افرادی که از فشار خون بالا رنج می‌برند بهتر است از این گیاه استفاده نکنند یا همراه جوشانده گل گاوزبان آب لیموی تازه میل کنند. مصرف مکرر بیشتر از حد نرمال و طولانی مدت از این گیاه دارویی خطر ابتلا به سرطان کبد را افزایش می‌دهد. اما طریقه مصرف گیاه گل گاوزبان: 2 تا 5 مثقال گل گاوزبان را به همراه 0.5 لیتر آب جوش به شکل غیر مستقیم حرارت دهید، مثلا با بخار کتری، و اجازه دهید 10 دقیقه بجوشد، سپس 10 دقیقه دیگر بدون حرارت و در دمای اتاق باقی بماند. دمنوش شما به همین سادگی آماده است و می توانید آن را میل کنید. برای افرادی که فشار خون بالایی دارند، باید گل گاوزبان همراه با لیموی عمانی جوشانده شود. بوی گل‌های تازه گل گاوزبان بسیار به بوی خیار شباهت دارد. می توانید این گل‌ها را در آب خیسانده و با آب لیمو و شکر مخلوط کنید. از آن به عنوان یک شربت انرژیزا و خنک کننده در روزهای گرم تابستان استفاده کنید. برگ‌های تازه گل گاوزبان حاوی مقدار زیادی ویتامین C است و می توانید از آن در سالادها یا در کنار غذا به صورت نپخته استفاده کنید.
دقت داشته باشید که ویتامین C به حرارت حساس است. بیشترین مقدار گل گاو زبانی که هر فرد در روز می تواند استفاده کند 2 گرم و بهترین روش استفاده از این داروی گیاهی به شکل دم شده است. توجه داشته باشید که داروهای طب سنتی هرگز نباید همراه غذا استفاده شوند. استفاده از آنها باید با فاصله 1 ساعت از غذا و زمانی که معده خالی باشد تا دارو بتواند تأثیر بیشتری بگذارد. دقت داشته باشید که گل گاو زبان در طب سنتی جایگاه ویژه‌ای دارد. اگر شما هم تجربه‌ای در این مورد دارید، لطفاً در قسمت کامنت ها با ما و دیگر دوستانتان به اشتراک بگذارید و برای حمایت از ما تنها کافی است این ویدیو را لایک کنید.